حکومت فعلی نشست بزرگ عالمان دین را در تالار لویجرگا برگزار کرد. در این نشست افزون به مسائل دیگر از جامعه جهانی هم خواسته شد تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد. برگزاری این نشست خوراک داغی در این هفته برای رسانه ها قرار گرفت، چون نشستی که برگزار شد با واکنش های زیادی نیز همراه بود. از جمله حامد کرزی در گفتگو با شبکه العربیه نشست عالمان دین را در کابل یک همایش داخلی امارت اسلامی دانست و گفت مسئله به رسمیت شناخته شدن تنها با برگزاری لویجرگه‌ای مطرح می شود که در آن نمایندگان تمامی اقوام و رده‌های گوناگون کشور به ویژه زنان حضور داشته باشند. در همین حال شهروندان نیز گفتند که در نشست عالمان دین به خواست‌های مهم مردم توجه نشده است و باور آنان نتیجه این نشست بیشتر به سود امارت اسلامی بوده تا به سود مردم. اما شمار دیگری از شهروندان برخی از ماده های قطعنامه پایانی این نشست را به سود کشور می دانند و نیز سخنان برخی از مقام های امارت اسلامی را درباره برگشت مخالفان سیاسی حکومت سرپرست به کشور می ستاید. در این میان شماری از فعالان جامعه مدنی هم گفتند که این گونه نشست ها نمی توانند بر اوضاع کنونی کشور اثر گذار باشد. اما این نشست در حالی برگزار شد که بانوان، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و سیاستگران مطرح کشور حضور نداشتند و در قطعنامه آن درباره بازگشایی مکاتب دختران هم چیزی گفته نشده است. حالا در برنامه ترجمان سیاسی این هفته به شکل کلی تمامی ابعاد، واکنش‌ها و دستاوردهای این نشست را به بحث و بررسی می‌گیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، به برنامه ترجمان سیاسی این هفته خوش آمدید. نشست بزرگ علما در کابل برگزار شد و این نشست را بررسی و بحث میکنیم در موردش، این که واکنش ها چه بوده و دستاوردهای این نشست چه چیزی بوده میتونه. در خدمت مهمانان عزیز و ارجمند آقای محمد سرور جعفری آگاه مسائل سیاسی در استودیو هستیم و همچنین آقای رامش سالمی آگاه مسائل سیاسی را از طریق اسکایپ از آمریکا با خود داریم. آقای سرور جعفری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. در آغاز اگر این نشست سه روزه را یک ارزیابی کلی داشته باشین، اینکه چه نقدهایی در مورد این نشست تا هنوز مطرح بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما آقای سالمی عزیز و همینطور بینندگان محترم تلویزیون. با توجه به اینکه افغانستان متاسفانه در یک شرایط فوق العاده بحرانی قرار داره و وضعیت اقتصادی و فشارهای اقتصادی از یک طرف، تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی از طرف دیگر، بی‌ثباتی سیاسی، فروپاشی ساختارهای امنیتی و سیاسی از طرف دیگر، عدم اجماع در درون افغانستان و اینکه هنوز ظرفیت‌های کافی برای حل منازعات افغانستان متأسفانه وجود ندارد. منازعات افغانستان حداقل در این چند ماه اخیر نشان داده که به شکل مسلحانه خود را نشان می‌دهد و ایجاد خشونت در درون بسترهای اجتماعی افغانستان می‌تواند ثبات سیاسی در درون افغانستان را بیش از اندازه صدمه بزنه و این که ما زمان بسیار کافی را هدر می‌دیم، زمان یک نسل را هدر می‌دیم که برای بازسازی افغانستان یک عمر بسیار کلان و زیادی از مردم افغانستان ضایع میشه. متاسفانه شما بخشی از عمر مردم افغانستان حداقل در 40 سال گذشته در جنگ سپری شده، در واقع یک نسل را ما در جنگ قربانی کردیم و داریم نسل بعدی را هم درگیر منازعات درونی افغانستان میکنیم. اینا ماجراهایی است که شرایط را در درون افغانستان متاسفانه خیلی پیچیده میکنه و بسیار فوق العاده میسازه. انتظار بر این بود که ما از حالت جلسات درون گروهی عبور میکردیم و جلسات عمومی حداقل با نیروهای سیاسی و خیلی از شرایط را سهل میساختیم برای بازیگری سیاست داخلی در درون افغانستان. و فراموش نکنیم که تک صدایی از هر نوعش که باشد، چی از نوع جمهوریت و دموکراسی باشد، چی از نوع استبدادی و دینیش باشد، زیان برای جامعه. افکار مختلف باید در کنار همدیگر قرار بگیره، روی یک پلتفرم و روی یک کلیت کلان برای بحث افغانستان کار بکنیم. انتظار بر این بود که در جلسه‌ای که گرفته شد روش مصرف شد با توجه به فشار اقتصادی که خدمت شما عرض کردم، انتظار بر این بود یا برداشت بر این بود که معضلات و مشکلات افغانستان بسیار واضح و برهنه روی میز گذاشته شود
و در برابر معضلات افغانستان که میتونه در آینده بحث رو بسیار جنجالی تر بسازه چشم نپوشیم، اینا رو به عنوان واقعیت های عینی افغانستان قبول بکنیم، برایش راه حل پیدا بکنیم، به مذاکره بکنیم. نیروهای مخالفه که دست به بحث های مسلحانه میزنه، بحثش چیه، روش باید صحبت بکنیم. معضلات درونی در درون افغانستان چیه، بحث ساختارهای سیاسی افغانستان چطور میتونه حل شود، اینا موضوعات بود. یا بحث سیاست خارجی افغانستان چگونه میتونه تنظیم شود، بحث تخصصگرایی چطور میتونه از یک طرف عدالت اجتماعی تامین شود، از طرف هم تخصصگرایی و افراد شایسته در ساختارهای دفاعی امنیتی افغانستان، ساختارهای بسیار مهم و کلیدی افغانستان قرار بگیره. اینا بحثایی بود که جایش خالی بود. آقای جعفری، خب خیلی واکنش ها رو ما شاهد بودیم که مطرح شد از طرف آقای حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و همچنین از طرف فعالان جامعه مدنی، بانوان و خبرنگاران هم حضور نداشت. این واکنش ها همه شاهد بودیم که بعد از این نشست، بعد از اعلامیه و قطعنامه‌ای که بیرون داده شد مطرح شد. حالا فکر میکنین چقدر تصامیم لازم و مهمی در نشست، آیا در مورد مردم افغانستان، سرنوشت افغانستان اتخاذ شد یا خیر؟ مسائلی که من فکر میکنم که روش باید تصمیم گرفته میشد، متاسفانه تصمیم گرفته نشد. مثلا احزاب سیاسی سرنوشتش چیکار میشه و استدلالی هم که متاسفانه میکنیم، میگیم مثلا احزاب سیاسی قومگرا بوده، در جنگهای داخلی سهم داشته امثال از این، اما هیچگاهی روی از این صحبت نکردیم که چقدر قوانین مشخص برای احزاب ایجاد شده که احزاب را معدود بکنه. در 20 سال گذشته ما هیچ قانونی برای احزاب سیاسی متاسفانه نداشتیم. هیچگاهی در وزارت عدلیه افغانستان از کنگره‌هایی که در درون احزاب برگزار میشد نظارت جدی و دقیق وجود نداشت. هیچگاه ما قانونی در پیوند به منابع مالی احزاب نداشتیم. خب این نشان میده که ما خیلی به سرنوشت احزاب حساس نبودیم. بی‌تفاوتی، نبود قانون منجر به این میشه که احزاب سیاسی، بازیگران داخلی حالا چه خواسته چه ناخواسته از وضعیت استفاده بکنه. بنابراین ما سازوکارها را نباید ملامت بکنیم. روش‌هایی که ما به سازوکارها نگاه میکنیم که برای اندش را صدمه میزنه، حتی بعض انتخابات هم اگر بگیم که انتخابات در درون افغانستان تنها راه حل، میگن انتخابات 2014، انتخابات 2009، اما این را بس نمیکنن که چقدر به اصولها و مقرراتی که میتونه این سازوکارها را شفاف بسازه و چقدر به مقررات تعریف شده تن میدیم، اینا مهمه. بنابراین من فکر میکنم نباید آنچه که در گذشته اتفاق افتاده برای مردم افغانستان کشانده شود و دلیل برای این باشه که ما منکر مشارکت سیاسی مردم شویم، منکر اصل آزادی، اصل به اصطلاح تعلیم و تربیت دختران، اصل به اصطلاح آزادی های شهروندی، عدالت اجتماعی و امثال اینا شویم. من فکر میکنم که اینا باید در نشست مطرح میشد و برایش حتی اگر اختلاف نظر شرعی وجود داره، چون اسمش گذاشته بودیم نشست علما، روش باید صحبت میشد که مثلا آیا رفتن دختران به مکتب جواز دارد ندارد، اگر جواز داره با چه شرایطی، اگر متد درسی، محتوای درسی فعلی در مکاتب درست نیست، چگونه میتونیم جاگزین بکنیم مواد بدیل و چگونه میتونیم محتوای بدیل برای شروع بکنیم. برای این میشد که از درون همین نشست کمیته مشخص کاری ایجاد شود. اگر واقعا دل مردم به حال اینمی ملت و همین مردم میسوزه، یک کمیته کاری جور میشد، روی محتوا کار میکردن. مثلا میگفتن فلان مزامین مزامینیه که به درد نمیخوره، تربیت درست را در پی نداره، حالا اشکال نداره یک مضمونی بدیل برایش تعریف میکردن. این میشد یک منطق قشنگ بود برای اینکه معضلات حل شود. یا در قسمت مثلا نخبگان سیاسی افغانستان، رهبران سیاسی افغانستان و اینطور سرنوشت سیاسی افغانستان، مثلا جوانان افغانستان، نیروهای سیاسی افغانستان با چه سازوکارهایی میتونه در قدرت شریک شود. شما اگر بخشی از جامعه را، بخشی از مردم را، حالا فرق نمیکنه چی از نگاه جنسیتی، چی از نگاه قومی، زبانی، مذهبی و امثال اینا، شما محروم میکنین، تعبیست که عقده هایی در درون جامعه شکل میگیره که ممکنه خود به اشکال مختلف حتی افراطیش نشان بده، ممکنه به شکل مسلحانه نشان بده، ممکنه به شکل جنبش های اجتماعی و اعتراضات کلان نشان بده که مدیریتش برای جامعه افغانستان سخت میشه. حداقل ثبات سیاسی نسبی را که ما انتظار داریم به وجود بیاد، این به وجود نمیاد. بنابراین ما سازوکارهایی را تعریف بکنیم که عقده های اجتماعی، محرومیت اجتماعی از نظر روانی شکل نگیره، همه احساس بکنه که در درون افغانستان به عنوان یک شهروند زندگی میکنه و از امتیازات مساوی و برابر قانونی و تعریف شده برخوردار است.
بله، حالا در خدمت آقای رامش سالمی هستیم که ایشان را از ایالات متحده آمریکا از طریق اسکای با خودمان داریم. آقای سالمی سلام و وقت شما بخیر. دیدگاه و ارزیابی و تحلیل شما از نشست سه روزه عالمای دین، علمای دین در کابل چی هست؟ فکر میکنین چه تصامیم لازم و مهم میره برای مردم افغانستان اتخاذ کرده و گرفته؟ درود بر شما و بینندگان ارجمند. نشست علما که در تالار لویدیرگه افغانستان صورت گرفت در موقع یک نشست مهم از نگاه طالبان بودن، اما انتظارات مردم افغانستان در این نشست انعکاس نیافتن و اونچه که انتظار می رفت که این نشست بتانن درب مکاتب را بروی زنان و دختران افغانستان باز کنند که متاسفانه چنین نشد و جامعه بین المللی را ناامید ساختند، به خاطر که اینها تنها راه و میکانیزمی را که پیشنهاد کردن صرف به مبانی اسلامی تمرکز داشتند، موضوع بیعت مطرح بودند، وفاداری علما به نحوه با امارت اسلامی را بیشتر برجسته ساختند که این نوع حرکت در واقع دید مردم افغانستان و دید جامعه بین المللی را به انحراف میکشانند نسبت به طالبان، به خاطر که طالبان میتونست با استفاده از فرصت پیش آمده در واقع در مکاتب را بروی زنان و دختران افغانستان باز میکرد و یک سلسله اصلاحات ساختاری را طالبان میتونست در قسمت وضعیت آشفته اقتصادی روی دست بگیرن و از طرف دیگر حتی گام های مؤثرتر را میتونست طالبا با توجه به فرصتی که در اختیار داشتن در قسمت مشروعیت بخشتن به نظام سیاسی و حتی میتونستن با استفاده از دیدگاه ها و الگوهای که در این نشست استفاده شد میتونست با یک دیدگاه فراگیر و همشمول بودن حاکمیت طالبان را در واقع برای مردم افغانستان تشریح میکرد که متاسفانه چنین نشد. این نشان دادن که نشست به طرز یک جانبه گرایی حرکت کردن و نتانستن انتظارات مردم افغانستان را برآورده بسازن. بله های سالمی، خب همونطوری که اشاره کردین به شکل یک جانبه گرایی پیش رفته این نشست به زعم عقیده شما. حالا بعضی ها معتقدن که این نشست بیشتر به سود خود امارت اسلامی تمام شده تا به سود مردم. آیا واقعا چنین است به نظر شما؟ افغانستان یک جامعه است که دیدگاه های به متضاد قومی، سمتی، نژادی و سیاسی وجود دارند. روحانیون، علما یا اقشار مهم افغانستان هست که دیدگاه اسلامی و دیدگاه همخوان با تحریک طالبان دارن و اینا از لحاظ اون منظر سیاسی بدون این نشست حتی میتوانستن که به نحوه از امارت اسلامی حمایت کنن و نیاز برای نشست و هماهنگی علما در افغانستان که پیرامونی به حمایت یا به یادت طالبان بپردازن چیز جدید و جالب برای مردم افغانستان نیست، به خاطر که اکثر علما روحانیون از نظام امارت اسلامی و از هر نظامی که در واقع در او نقش و ارزش های اسلامی پررنگ باشن حمایت میکنن. بنان یک چیز کاملا جدید در تاریخ افغانستان و چیز جدیدی هست در نشست هایی که در گذشته اتفاق افتادن چیزی جدیدی نبودن، به خاطر از اینکه علما عمدتاً از نظام های اسلامی حمایت میکنن و طالب ها با این نوع حرکت در واقع نتانستن که حتی یک مفهوم اساسی را بر مردم افغانستان و یک پیام روشن را بر مردم افغانستان ابلاغ کنن، به خاطر که به عنوان مثال اگر شما در یکی از مدارس دینی برین تبعیض که شاگردان اون مدارس از استاد و از همون دیدگاه دینی حمایت میکنن و یه چیزی بود که طالب ها
در واقع یک بار دیگر نشان دادن که با یک ضعف مدیریتی و دیدمانه در افغانستان مواجه است، به خاطر که امروز مشکلات افغانستان مشکلات مسائل دینی نیستند، به خاطر که امروز مشکلات اساسی افغانستان گرسنگی مردم افغانستان هست، فقر مضاعف که امروز در افغانستان وجود دارن مشکلات اساسی افغانستان است، بسته بودن مکاتب بروی زنان و دختران افغانستان مشکلات اساسی افغانستان هست، در واقع اینا مشکلات اساسی مردم افغانستان است. تا زمانی که یک نسخه مدون و مصوری که بتونن پاسخگوی نیازمندی های مدرن جامعه کنونی افغانستان باشد، روی اون برنامه طالبا تمرکز نکنن، در واقع نشست های این چونینی پیرامون بیعت و پیرامون حمایت از طالبان نمیتونن راه را برای نظام پایدار سیاسی فراهم کنن، خاطر که امروز کادرهای مسلکی افغانستان دارن افغانستان رو ترک میکنن، یک بخش عظیم از نیروهای انسانی افغانستان رو ترک کردن و این نشان دهنده آن است که زمینی سیستم حکومتداری در افغانستان با چالش های روز افزون مواجه گردیده است. بله، تشکر از شما آقای سالمی عزیز. حالا از آقای جعفری دوباره میپرسیم که آقای جعفری، قطعنامه نهایی که بعد از نشست سه روزه علما در کابل بیرون داده شد و به خوانش گرفته شد، شامل کدام نکات اساسی بود این قطعنامه؟ فکر میکنم سه مورد بسیار کلیدی داشت. مورد اولش بیعت بود که همه اشتراک کنندگان دست خود را بلند کردن و در واقع از نظام و از رهبری امارت اسلامی بیعت کردن، که خودش جای بحث داره که سازوکارش چیست، سرنوشت بقیه افراد چی میشه، چون در اونجا یک نشست کاملا معدود بود و خیلی از افراد که صاحب نظرم در درون افغانستان صاحب دیدگاه هم در اون نشست وجود نداره. اگر معیار و مبنا برای بیعت سایر افراد و سایر شهروندان افغانستان سرنوشتشان چیکار میکنه، چیکار میشه و به نمایندگی از اونا چه کسی بیعت میکنه و خود بیعت چی معیارهایی را داره، آیا افرادی که در اونجا اشتراک کرده بود چون صلاحیتی را داره که از آدرس مردم بیعت بکنه، اینا مثلا با چی معیار انتخاب شده بودن، از کی نمایندگی میکردن، اینا یک بحث. بحث دوم سرکوب و ادبیاتی که به کار رفته بود و حتی به شکل تلویحی از سوی خیلی از علما مطرح شد که گویا کسانی که در مقابله و در اعتراض با نظام فعلی استاد میشن باید نابود شوند. میارهای اعتراض مشروع و غیر مشروع، میارهای تعریف شده ای که چه چیزهایی به عنوان اعتراض مطرح، چه چیزهایی به عنوان بغاوت مطرح در این نشست مطرح نشد. خوب بود که این میارها در اونجا مطرح میشد، میگفت که مثلا مسئولیتهای نظام شرعی اسلامی این است در قبال جامعه، در قبال سیاست، در قبال اقتصاد، و مسئولیت های شهروندان این است از چه معیارهایی برخوردار است، تا چه حد میتونه اعتراض بکنه، در برابر چه چیزهایی میتونه اعتراض بکنه. حتی مرز بین اهانت و بین اعتراض هنوز مشخص نیست. ممکنه خیلی از چیزهایی که در خیلی از جامعه و در گذشته در درون افغانستان به عنوان معیارهایی برای اعتراض، معیارهایی به عنوان دادخواهی مطرح میشد، ممکن اما در آینده به عنوان مثلا تهدید علیه نظام، به عنوان مثلا نفاق و فتنه و امثال از ما تعبیر بکنیم که اینا پیامدهای منفی داره و ممکنه افرادی که متهم به چنین چیزی میشه مورد پیگرد قرار بگیره. و نکته سوم اینه که نکات کلیدی که در اون نشست باید توضیح داده میشد نمیشد. مثلا سرنوشت زنان در درون افغانستان چیکار میشه، چطور میتونیم مثلا هم جنبه شرعیش رو در نظر بگیریم، حالا پیش داوری و قضاوت نداریم اما میگیم اینا باید مطرح میشد، بس میکردن. ممکنه در اون بس علما به این نظر میرسیدن که زنها کار نکنه، مثلا میگم بین اون پیش فرض، یا مثلا زنها درس نخونه یا بخونه، ایش مهم نیست، اما حداقل اینا به عنوان گزینه‌های بسیار جدی و سرنوشت ساز مطرح میشد. اینا مسائل بسیار کلان افغانستان که روش باید صحبت میشد، روش اجماع نظر به وجود میامد، صرف نظر از این که چه تصمیمی ممکنه در این مورد گرفته میشد. اما وقتی که اصل موضوع و ماجرا در یک بحث بسیار کلانی که دارن روی سرنوشت افغانستان تصمیم میگیرن صحبت نمیشه،
و دو معناست، یا این که خیلی برایشان مهم نیست یا واقعا سهل‌انگاری شده که هر دو موردش پیامدهاش برای مردم افغانستان خوب نیست. من فکر میکنم اینا نکاتی بود که در اونجا مطرح شد و نکاتی بود که باید مطرح میشد که نشد. حالا یک بخشش نکاتی بود که مطرح شد خدمت شما گفتیم و یک بخشش هم نکاتی بود که اونجا مطرح نشد. بله، با توجه به همین نکات و مواردی که در قطعنامه این نشست آمده بود و اشاره کردین کمکاستی های هم داشت و انتظارات و توقعات و نکاتی که باید مطرح می شد نشده، با توجه به همه این صحبت ها، خب یکی از خواست های اصلی امارت اسلامی و علما در این نشست این بود که از جهان خواسته بود تا امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسه و خواستار کسب مشروعیت شده بود و همچنین اینکه جهان با امارت اسلامی وارد تعامل شوند. فکر میکنین همین نشست به نفس خود میتونه در این زمینه برای حکومت فعلی تأثیر گذار باشه و کمک بکنه؟ فکر نمی کنم، اگر اساساً بحث مشروعیت بین المللی و بحث به رسمیت شناختن مطرح شود، من فکر نمی کنم که این نشست کمک بتونه در اون راستا انجام بده. ما برای تعامل با جهان دو تا بحث بسیار کلان داریم. بحث اول اینه که از نظر سیاست خارجی چقدر ظرفیت ها برای این وجود داره که بتونیم با جهان تعامل بکنیم. بحث وابستگی متقابل، بحث فشارهای بازیگران بین المللی، بحث لابیگری از درون افغانستان، بحث ایجاد وجوهات مشترک، بحث از بین بردن تهدیدات مشترک و تهدیدات امنیتی که از ناحیه افغانستان برای حداقل حوزه شمال افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی مطرحه و دیدگاهی را که بازیگران منطقه و همسایگان ما نسبت به افغانستان داره، اینا اگر بررسی نشه و اگر واقع بینانه تحلیل نشه و اگر برنامه بسیار دقیق و استراتژیک نداشته باشیم، بسیار سخت به نظر میرسه که ما بتونیم در راستای به رسمیت شناخته شدن اقدام بکنیم و احساس بکنیم که با نشست علما و صحبت کردن و این که اطمینان بدیم که مثلا افغانستان خواستای برای توریست ها قرار نمیگیره، این میکنیم آن میکنیم، خیلی تضمین کافی نیست. این یک مورد. مورد دوم، سه تا محیط در درون افغانستان هیچگاه ارزیابی نشده متاسفانه دقیق. همواره نگاه ما نسبت به این سه تا محیطی که خدمت شما عرض میکنم نگاه شعاری بوده. این نگاه شعاری برای بخشی از جامعه ممکنه مورد استفاده داشته باشه، اما هیچگاهی نمیتونه به عنوان یک منطقی که بتونه درد مردم افغانستان دوا بکنه مورد استفاده قرار بگیره. این منطقه‌های شعاری متاسفانه جنبه علمی نداره. سه تا محیط، محیط داخلی هیچگاه بررسی نشده. ظرفیت‌های محیط داخلی افغانستان چیست؟ توانمندی‌های ما در داخل چیست؟ شما به هر میزانی که توانمندی درونی داشته باشین، به همون میزان توانمندی شما در سیاست خارجی افزایش پیدا می‌کنه. این محیط متاسفانه هیچگاه ارزیابی نشده. ضعف‌ها را اگر مطرح شده یا گفتن که این ضعف‌ها نباید مطرح شود یا اینکه متهم کردن که داره به طرف بی‌ثباتی افغانستان میکشون، در حالی که این ضعف‌ها باید گفته شود و برای از بین بردن این ضعف‌ها اقدام شود. محیط بعدیش محیط منطقه‌ای است. ما در چه منطقه‌ای قرار داریم؟ آیا ظرفیت منطقه‌ای ما در حد هست که بتونه اگر افغانستان باثبات را بپذیره یا میتونه خودشان گفتمان برای منطقه خودشان تعریف بکنن؟ با متاسفانه در منطقه یک نگاه جدیدی را که هم در گذشته داشتیم اما قبل از سقوط افغانستان تا حدود این نگاه تغییر کرده بود، با سقوط جمهوریت در درون افغانستان این نگاه افزایش پیدا کرد، نگاه امنیتی شدن پدیده هاست. امنیتی شدن پدیده ها فرایندیه که خیلی از پدیده هایی که بظاهر یا در اصلش جزء مسائل امنیتی نیست، مثلا مهاجرت، مثلا اقتصاد، مثلا تجارت، مثلا قومیت و امثال اینا، اینا در شرایط عادی میتونه جزی از مسائل امنیتی ملی کشور تعریف نشه، اما در شرایط فوق العاده اینا در فرایند امنیتی شدن قرار میگیره. یعنی نگاهی کشور نسبت به مهاجرت، به قومیت و امثال اینا امنیتی میشه. همین که اکثریت کشورهای حوزه شمال افغانستان به مردم افغانستان ویزه نمیده، همین که بس مهاجرت به صورت بسیار جدی دنبال میکنه و ما در حوزه شمال افغانستان هیچ مهاجری در شرایط فعلی نداریم. ما در پاکستان داریم، در ایران داریم، ولی حوزه شمال افغانستان مرزهایش حتی به صورت غیر قانونی هم برای افغانها بسته است. معناش اینه که با پدیده های مثل مهاجرت، با پدیده های مثل اقتصاد، با پدیده های مثل تجارت نگاه امنیتی داره و نگرانن از وضعیت افغانستان. بنابراین ما اگر نتونیم این سه تا محیط ارزیابی بکنیم و برای هر کدامش برنامه داشته باشیم، بسیار سخت و غیر منطقی به نظر میرسه که ما در راستای تعامل با جهان اقدام بکنیم. بله، تشکر آقای جعفری. خب در صحبت‌های قبلیتون اشاره کردین به یک سری خواست‌ها و مطالبات اساسی مردم و انتظاراتی که از این نشست داشت،
اما گفتیم به هیچ کدام اینها پرداختن نشد. فکر میکنین مهمترین خواستهای مردم چه چیزی بوده که باید مطرح میشد و چرا نشده و روی این موضوعات تمرکز یا صحبت نشده، مثلا باز شدن درب مکاتب دختران؟ من فکر میکنم شرایط فعلی شرایط نیست که کسی بتانه از آدرس مردم نمایندگی بکنه. مردم افغانستان باید خودش نماینده باشه. یعنی شما اگر 14 قرن قبل را در نظر بگیرید، میتونست یک کسی که سوادش بلندتر بوده، امکاناتش بهتر بوده، از یک جامعه، از یک قبیله نمایندگی بکنه. اما ما در شرایط قرار داریم که نمیشه کسی به نمایندگی از مردم بیاد. حداقل تاریخ 20 سال آخر افغانستان نشان داده که اکثریت افرادی که به نمایندگی از مردم از گروه‌های مختلف و اقشار مختلف نمایندگی میکرد، بیشتر دیدگاهشان دیدگاه فردی و دیدگاه اقتصادی بود که به خودش یک چیزی کسب بکنه. بنابراین من فکر میکنم اصل مشارکت سیاسی مردم را بپذیریم، سازوکارهایی را بپذیریم که میتونه رضایتمندی مردم را در پی داشته باشه، مردم جزئی از حکومت داری شود. بحث بسیار مهم دیگه اینه که شما در هر نوع مدلی، در هر نوع ساختاری و در هر نوع نظامی اگر بازدارندگی برای مهار قدرتمندان نداشته باشین، قدرت الزاماً به فساد می انجامد و یک مرز باید باشد که قدرتمندان را مهار بکنه. نامش هر چی که میگذاریم، شورا میگذاریم، پارلمان میگذاریم، اما یک مرجع با صلاحیت باشه که این مرز بازدارندگی را به وجود بیاره و حکومت، کسانی که در رأس حکومت در برابر چنین ساختار پاسخگو باشه. برنامه ها در اینجا ارزیابی شده، یعنی یک ساختار تخصصی. و اینم خدمت شما به عنوان آخرین جمله بگم که خیلی وقتا ممکنه ما نگاه ما نگاه دلسوزانه باشه، اما برنامه ما برنامه تخصصی نباشه. خب برنامه غیر تخصصی با نگاه دلسوزانه الزاماً به سرانجام خوب نمی انجامد. بنابراین ما به ساختارهای مختلف تن بدیم که قدرت تقسیم شود. حالا وقتی که بحث تقسیم قدرت میگیم، خیلی ها میگن که اینا را دیدگاهشان اینه که سهمیه بدیم. بحث سهمیه نیست، اما بحث اینه که قدرت به شکل افقی توزیع شود و در یک مرکز خاص، در محور خاص و در یک جای خاص انحصارا قرار نگیره. انحصار قدرت بود که در گذشته ما شاهد فاجعه بودیم. اگر صلاحیت منحصر به فرد در رئیس جمهور تعریف نمیشد و تمام صلاحیت‌های نظامی و مالی و اداری جمع نمیشد در ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع ما صلاحیت نداشت، امنیت ملی ما صلاحیت نداشت، مردم ما جزی از فرایند تصمیم گیری نبود، ما شرایط فعلی رو تجربه نمی‌کردیم. بله، تشکر از شما آقای سرور جعفری. خب آقای سالمی، همونطور که آقای جعفری اشاره کرد که در این نشست علمای دین خیلی به مسائل، امید و آرمانها و آرزوها و خواستهای اصلی شهروندان افغانستان تمرکز و اشاره نکرده و شما هم در لابلای صحبتهایتان پیشتر به این موضوع اشاره کردین. نه تنها این که به این موضوع اشاره نشده، بلکه در همین حال امارت اسلامی و همچنان علمای دین در کابل در این نشست در تالار لویجرگه خواهان کسب مشروعیت از سوی جهان برای امارت اسلامی شدند و امارت اسلامی گفتند و درخواست کردند از جهان صدا زد که باید جهان با ما وارد تعامل شود و ما را به رسمیت بشناسه. فکر میکنین برگزاری این نشست در همین زمینه، در مسئله کسب مشروعیت و تعامل امارت اسلامی و با جهان و جهان با امارت اسلامی، نقش و تأثیرگذاری داشته خواهد داشت؟ نه خیر، بلاز که اگر مبنای قدرت ظرفیت اقتصادی است در نظر بگیرین، اگر مبنای قدرت داشتن چتر حمایت خارجی است در نظر بگیرین، اگر مبنای قدرت داشتن یک نظام قدرتمند اقتصادی است در نظر بگیرید، همه این عوامل رو در نظر بگیرید، ما مردم رو به عنوان پشتوانه امنیت ملی نیاز داریم و هر نظامی که بتونن در واقع یک هماهنگی لازم با حمایت همه جانبه مردم افغانستان را پیش ببرن، در واقع اون نظام میتونن هم از وجه پایدار حمایت های ملی و حتی بین المللی برخوردار باشند. بنان شرایطی که امروز در افغانستان حاکم است با محوریت نظام امارت اسلامی، حتی حمایت های مردم افغانستان زیر سوال است، به خاطر که اقشار مختلف افغانستان امروز در واقع خودش را در ساختار و بدنه نظام
امارت اسلامی نمیبینم. قوه ثلاثه امروز در افغانستان فعال نیست. شورای ولایتی امروز در افغانستان فعال نیست و بخش گسترده که توسط مردم افغانستان و با رأی و مشارکت مردم افغانستان در واقع در شکل میابن در امروز در افغانستان غیر فعال است و این دیدگاه بنان هم جامعه بین المللی منتظر چنین فرصتی است که طالبا اگر بتانند که از تمام اقشار مختلف افغانستان از رهبران سیاسی افغانستان دعوت به عمل بیارن یک نظام فراگر و یک دید بسیار گسترده واحد ملی را شکل دهد که بر محور انتخابات و بر محور اساسات مردم سالاری و حتی بر محور اساسات ارزش‌های اسلامی شکل دهد. در اون صورت هم انتظارات جامعه بین المللی از طالبان برآورده میشه و از طرف دیگر طالبان میتونن که در واقع به مشروعیت ملی و تا بین المللی دست پیدا کنن. اسپنان طالب های فرصت مهمه که امروز در اختیار دارن این است که بتونن زمینه را برای گسترش یک دیدگاه واحد و فراگیر ملی فراهم سازن و نظام باید توسط اراده و خواست مردم باید شکل بگیرن. یعنی انتخابات تنها مبنای مشروعیت بخشی نظام سیاسی در افغانستان باشد. بنابراین نظام سیاسی باید توسط دیدگاه کثرت‌گرایی یا پلورالیزم اداره شود که در اون صورت مردم افغانستان میتونن که نظر و اراده و حتی اون حقانیت حقوقی که نسبت مسئولیت و حتی حقانیت حقوقی که نسبت به ارزش‌های اسلامی دارن این رو نهاده نبسازن. بله آقای سالمی، خب تفاوت‌های فردی وجود داره و به تبع تفاوت دیدگاه اختلاف نظرها هم در هر جامعه‌ای در هر مورد موضوعی وجود داره. در مورد نشست سه روزه علمای دین در کابل هم استقبال شد این نشست، هم مورد واکنش های زیادی قرار گرفت. بعضی ها استقبال کردند و به نفع امارت و دولت و جامعه دانستن که این نشست نشست خیلی خوبی بود و مخصوصا مثالی را که میزنن همون برقراری تماس با شخصیت های سیاسی و دعوت از اونها به افغانستان هست. فکر میکنین با این حال چرا واکنش های زیادی را هم به همراه داشت و این واکنش ها چقدر برجسته بود در سطح ملی و بین المللی؟ در سال پسین در افغانستان مشارکت های زیادی در واقع صورت گرفتن و حتی در لوی جرگه مجالس بسیار گسترده با محوریت علما سیاسیون احزاب سیاسی جامعه مدنی صورت گرفتن که اعلامیه های زیاد در بسال پسین از آدرس این نهادها منتشر شدن که در آخر شما دیدین که هیچ گونه کارایی این حرکت ها نداشتن و نظام که حتی در روی انتخابات نقش اساسی داشت یک بخش گسترده مردم افغانستان از جمهوریت حمایت می کرد ساقط شدند. بسید که تا زمانی که انتخابات و یک نظام قدرتمند ملی در افغانستان شکل نگیرند نمیتونن پایداری نظام سیاسی رو در افغانستان محاسبه کرد. پس با این حال راهکار در چیست آقای سالمی؟ چه راهکارها و راه حل‌های یا طرح‌های پیشنهادی وجود داره که میتونن مطرح باشه در این زمینه به خاطر حل و رفع این چالش‌های موجود؟ افغانستان در یک جغرافیای حساس قومی، سمتی و نژادی است. باید هر نظامی که در افغانستان بخواهد برای پایداری و برای ثبات سیاسی کار کنن باید با دید فراگیر ملی در حقیقت حکومت کنن که در اون انتخابات نقش اساسی داشته باشن، قوی ثلاثه در واقع ممثل اراده حقوقی مردم باشن و اینها راهکارهای سیاسی است و در نظام‌های بین‌المللی نظام‌های دموکراسی انتخابات در واقع مشروعیت می‌بخشند به نقش مردم سالاری
بنان در افغانستان تا زمانی که پویی سلاسه فعال نشود و انتخابات در افغانستان شکل نگیرند و یک دیدگاه فراگیر و واحد ملی در قالب یک پلتفرم منظم سیاسی در افغانستان افاده نشود، و این به نظر می رسد که طالبان بتوانند حکومت کنند. بنان این نسخه مدون و مصور نیست که افغانستان و این جغرافی های ملتهی سیاسی را اداره کنند. بنان جغرافی های افغانستان نیاز به یک دیدگاه فراگیر واحد ملی دارند که تمام مردم افغانستان و تمام اقشار این سرزمین بتوانند در محور حکومتداری و حتی در بنیان و تاثیرگذاری این حکومتداری نقش فعال و سازنده را ایفا کنند. بله، تشکر از شما آقای سالمی. جناب آقای جعفری، همونطوری که آقای سالمی اشاره کرد، در کل چون این نشست ها را تاثیرگذار نمی دانه و چون به خواستها و مطالبات اصلی مردم پرداخته نشده و نمیتونن که برایان و خروجی خوبی داشته باشه این نشست ها. حالا به خاطر حل چالش های موجود در جامعه، در کشور، در نوع حکومتداری، چه طرحهای پیشنهادی وجود داره و میتونه مطرح باشه که تاثیرگذار واقع شوه در قسمت مسائل داخلی و خارجی، و اگر تدابیر لازم و جدی روی دست گرفته نشوه میتونه چه تبعات رو در پی داشته باشه؟ اول اینکه برگزاری این نشست خیلی دیدگاه منفی‌گرایانه مطرح نشه، حداقل از نظر روانی برای مردم افغانستان، برای جامعه افغانستان تا حدود تسکین ایجاد کرد، روان مردم افغانستان آسوده و آرام شد تا حدودی، چون یک نوید و یک خدمت شما عرض بکنم یک پژواک را ایجاد کرد. مردم احساس کردند که میشه روی مسائل مختلف صحبت بکنیم. از نظر روانی به هر میزانی که جامعه آرام‌تر باشه به نفع، چون در یک شرایط بسیار فوق‌العاده بیکاری و بی‌ثباتی قرار داره، حتی ناامنی. من باورمند به این نیستم که تعریف ما از امنیت دقیق‌تر باشه. مردم افغانستان در شرایط بدی امنیتی قرار داره. این از نظر روانی برای مردم افغانستان تا حدودی خوب شد. اما آنچه که به عنوان راه حل مطرح میشه، ببینید اگر تصمیم بر اینه که راه حل را بپذیریم، این بسیار مهمه که آیا ما تصمیمی برای این داریم که راه حل را بپذیریم یا خیر. دو سه تا مورد بسیار مهمه. اول، تاریخ افغانستان نشان داده که غیریت سازی و طرد کتله های اجتماعی مختلف، چه از نظر زبانی متفاوت بوده، چه از نظر حزبی و سیاسی متفاوت بوده، برای افغانستان فاجعه ایجاد کرده. ما نمونایش داشتیم. کمونیست ها حتی خودشان بین خودشان درگیر بود. مجاهدین و کسانی که با تفکر اسلامی میمدن اینا را در درون خود نتونستن حل بکنن. بعدش ما مثلا آمدن مجاهدین را در درون افغانستان داشتیم، باز هم غیریت سازی داشتیم، کتله های مختلف دیگه ای که به هر دلیلی در احزاب سیاسی و جهادی نقش نداشتن، اینا نه جز ساختار قدرت شدن و نه جز جامعه شدن، مجبور شدن مهاجرت بکنن، مجبور شدن که در انزوا زندگی بکنن. بعد در نظام جدیدم اگر نگاه ما غیریت سازی باشه، احساس بکنیم که کسان دیگری الزاماً حتما خیانت میکنه، حتما مثلا برای افغانستان دلسوزی نداره، این هم عقده های اجتماعی ایجاد میکنه، محرومیت ایجاد میکنه و هم به ثبات افغانستان کمک نمیکنه، این کار نباید انجام شود، با تمام مردم افغانستان کار شود. بحث دومش تخصص گراییه. نظام هایی که تخصص گرایی را نداره، ما مثلا در سیاست خارجی خود یک برد مشورتی تخصصی ایجاد بکنیم، اینا بتانن ارزیابی دقیق داشته باشد. بحث سیومش دیدگاه واقعی بینانه نسبت به افغانستان و جهانه. در گذشته هم این دیدگاه بود، مثلا نخبگان سیاسی افغانستان، آقای حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان میگفت آمریکا بیرون نمیشه از افغانستان، آمریکا آمده که در اینجا بمانه نه اینکه بیرون شه. این دیدگاه نادرست بود، از واقعیت سیاسی افغانستان و جهان برداشت درست نبود، برای مردم افغانستان فاجعه ایجاد کرد. این نگاه نسبت به کشورهای همسایه، نسبت به منطقه، نسبت به جهان باعث میشه که در درون افغانستان فاجعه ایجاد شود. یا مثلا دیدگاه غالب فعلا اینه که روس‌ها چون در مقابل آمریکایی‌ها قرار داره، یا چینایی‌ها در مقابل با آمریکایی‌ها قرار داره، اینا پول بدیلی که آمریکا در درون افغانستان کمک میکرد کمک میکنه، ما نیاز به آمریکایی‌ها نداریم، تعامل هم نمیکنیم، ما انتظار داریم که مثلا روس‌ها اینجا بیان. یک بیانیه‌ای که مثلا روسیه صادر میکنه، احساس میکنیم که کار افغانستان ساخته شد، در حالی که دوباره شما نگاه روسا رو میبینین، میگن که ما به مردم افغانستان کمک میکنیم، کمک بشر دوستانه داریم، اما به رسمیت نمیشناسیم. من فکر میکنم که این سه تا بحث بسیار کلیدیه. سپاس. خیلی ممنون، تشکر از حضور شما آقای محمد سرور جعفری، آقای مسائل سیاسی، و از
آقای رامش سالمی، آقای مسئول سیاسی که از طریق اسکای و از ایالات متحده آمریکا با ما وصل بود. ممنون حضورتان، متشکرم از صحبت‌های جامعتان. از همه شما عزیزان بیننده و مخاطبان برنامه ترجمان سیاسی هم سپاسگزار هستیم که تا پایان بحث با ما همراه بودید.